بسم الله الرحمن الرحیم دوستای السلام سلام امیدوارم جور و سیادمند و سرحال و سلامت باشین دوستا در درس قبل ما روی دریافت فرمول ساده و مولکولی صحبت کردیم برای دریافت فرمول ساده ما سه مرحله داشتیم مرحله اولمون فیستدی یا گرامی که داده میشه به مول تبدیل میکردیم و مرحله دوم تمام مول ها تقسیم کوچکترین آن و مرحله سوم عدد حاصلی که با وجود به وجود میامد آمد نسبت ها و این اتما بود و اگر دوستا گفتیم که عدد حاصله اشاری باشه یک اشاری پنج یا مثلا دو اشاری پنج در این صورت ما می گرفتیم کل عدادوی که حاصل میشه ضرب عدد ثابت می کردیم تا به عدد ثابت دیگه تبدیل شد و همچنین دوستا برای دریافت فرمول مالیکولی مسایب بود x ضرب فرمول چی؟ ساده و x پیدا می شد در صورت کتله مالیکولی در مخرج کتله ساده و امروز صحبت میکنیم با در مورد قانون بایل و ماریوت و قانون چارلیس در سال 1662 میلادی دانشمند به نام بایل و با ماریوت بیان داشت که حجم با فشار رابطه چی غیر مستقیم در صورت که درجه حرارت چی باشه ثابت باشه میمونه هر قدر که فشار زیاد شه و حجم کم میشه و هر قدر که فشار کم شه و حجم چی میشه زیاد میشه دوستان ما یکی حجم داریم یک فشار یکم درجه حرارت درجه حرارت در درس قبلی خواندیم سمبولش تی حجم V است و فشار هم چیست P پس شما توجه داشته باشین ما نوشته کرده میتونیم که نظر به قانون بایل و مورید اگر درجه حرارت ثابت باشه درجه حرارت چی باشه؟ ثابت باشه حجم رابطه غیر مستقیم با فشار داره در دا اینجا دوستان مخرج V1 خود حجم در صورت فشار در کجایه در مخرج پس یکی در صورت یکی در مخرج رابطه غیر مستقیمه به اینو فشار زیاد شه و حجم کم میشه هر قدر فشار کم شه و حجم چی میشه زیاد میشه پس ما خواندیم زمانی که یک رابطه رو به مساوات اگر تبدیل کنیم ضرب یک عدد ثابت میکنیم پس رابطه تبدیل به مساوات عدد ثابت ک یک از ضرب خودی ک تقسیم بر چی پی اینی رابطه اولی قانون بایل و کیسه ماریود و همچنین دوستا مخرج از عدد یک طرفاین وسطاین کو یک ضرب ک خودی ک پی ضرب میشه پی ضرب در وی یعنی فشار ضربی چه حجم رابطه دوم و همچنین دوستو اگر ما یک دانه کر پی یک وی اک در نظر بگیریم و یک کی دیگر پی دو ضربی وی دو پس یک طرف مساوات اگر با هم ما خواندیم که اگر یک طرف مساوات با هم مساوی باشه طرف دیگهش نیست مساویه پس نوشته کرده میتونیم که پی ضربی وی یک مساوی میشه پی دو ضربی چی دو. اینی رو به نام قانون بایل و کی میگم ماریوت قانونی بایل وکی ماریوت در اینجا دو سایت در نظر میگیریم پی اک زروی وی اک مثلا پی دو زروی وی دو پی اک, پی, اک فشار اولی وی اک حجم اولی پی دو فشار دومی وی دو هم چیست؟ حجم دومی اینی قانون رو به نام قانون کی میگه؟ بایل و ماریوت میگه و دو دوستا به مثال شما توجه داشته باشین یک مثال بر از ما داده شده یک گاز آیدیال در یک ظرف قرار داره با فشار 4 اتمسفر به این معنی که اگر پی 1 مساوی با چند بشه 4 اتمسفر در 4 اتمسفر حجم یک گاز 120 میلی لیتره 120 میلی لیتر میگه اگر فشار به 8 اتمسفر برسه یعنی پی 2 مساوی بشه به 8 اتمسفر از ما گفته حجم دو می ره پیدا کن حجم چیه دو در این دوستا فشار داده شده حجم داده شده در دا چیزی که داده نشده درجه حرارته پس در اینجا درجه حرارت, اینجا در... درجه, حرارت درجه حرارت که ثابت بود قانون بایل و با ماریوت پس در قانون بایل و با ماریوت ما فرمول داشتیم پی ضربی وی 1 میشه پی 2 ضربی وی 2 پی 1 ضربی وی 1 مساوی میشه پی دو ضربی وی, دو. پی وی, مساوی میشه پی دو وی دو. دوستا فشار اولی 4 اتمسفیره در جایش نوشته میکنیم ضرب. وی 120 میلی حجم اولی 120 میلی لیتر مصوبه میشه فشار دومی دو داده شده 8 اتمسفر و همچنان حجم دومی از ما خواسته شده پس اینجا دوستو اگر ما حجم دومی رو پیدا کنیم اطراف وای تقسیم چند شد 8 اتمسفیر اطراف تقسیمی 8 اختصار بلدیم اینی 8 اتمسفر با 8 چی میشه؟ خلاص میشه پس اینی اتمسفیر با اتمسفیر اختصار یک چار, چار دو چار چی میشه؟ 8 میشه یک صد و بیست تقسیم دو پس در نتیجه گفته میتونیم که حجم دومی مسایی میشه به شست میلی لیتر چند شست میلی لیتر دوستان شما توجه داشته باشین در فشار اولی چار اتمسفر فشار کم حجم زیاد زمانی که فشار زیاد شد حجم چی شد؟ کاهش پیدا کرد پس قانون بایل و با ماریوت میگه که حجم با فشار رابطه غیر مستقیم فشار زیاد حجم کم فشار کم حجم چه میشه زیاد میشه و همچنین دوستا مثال بعدی رو دقت کن دوستا یک سوال کنکور داده شده ما گفته چه مقدار فشار بالای گاز با حجم 22.4 لیتر یعنی وی یک داده شده 22.4 لیتر وی یک نوشته 22.4 لیتر و همچنان فشار داده شده یک اتمسفر پیاک یک مساوی است با یک اتمسفیر گفته اگر حجم به 5.6 لیتر برسه یعنی ویدو شوه 5.6 لیتر از ما گفته فشار زیر پیدا کن که فشار گاز چقدر؟ خواهد دوستان در اینجا حجم و فشار داده شده تنها چیزی که داده نشده درجه حرارته پس ما میگیم که حرارت در اینجا ثابته حرارت که ثابت باشه دوستان قانون بایل و ماریوت پس در قانون بایل و ماریوت ما داشتیم که پی یک مساوی پی دو ضرب وی دو اینجا دوستان فشار اولی دادشت یک اتمسفر ضرب وی یک دادشت بیست و دو, دو اشاریه چهار لیتر مساوی می شود پی دو خواسته شده پس وی دو چند تا پنج اشاره شش لیتر خب بر از اینکه ما پی دو رو پیدا کنیم اطراف تقسیم پنج شش لیتر تقسیم پنج شش لیتر در این لیتر با لیتر خلاص میشه پنج اشاره با اشاره شش پس در نتیجه پیدو دو میشه لیتر با لیتر خلاص این اینجا یک ضرب بیست اشاره چار لیتر خودش میشه بیست اشاره تقسیم 5 اشاره شش مساوی با چار اتمسفر میشه مساوی با چند میشه چار اتمسفر چون چار اگر بگیریم ضرب از چار شش بیست چارش دو حاصل چار پنج بیست دو حاصل داشتیم بیست لیتر پس اگر حجم به لیتر کاهش پیدا کنه فشار افزایش پیدا کنه چند چهار اتمسفر و دوستان موضوع بعدی که است قانون چارلیس قانون چارلیس در سال 1787 میلادی بیان داشت گفت در صورت اگر فشار ثابت باشه در این صورت حجم رابطه مستقیم با درجه حرارت داره فشار ثابت باشه یعنی تغییر نکنه حجم رابطه حجم رابطه مستقیم با چی داره درجه حرارت یعنی هر قدر درجه حرارت زیاد شده باره در این صورت حجم گازم چی میشه افزایش پیدا میکنه رابطه چی خطیه یعنی رابطه مستقیم دوستان شما توجه داشته باشین مثلا ما در نظر میگیریم که اگر اینجا فشار ثابت باشه حجم رابطه مستقیم با درجه حرارت داره اردو تا در صورت رابطه چیست مستقیم یعنی حرارت زیاد شود، حجم زیاد حرارت کم میشه و حجم چی میشه کم میشه پس زمان اگر ما یک رابطه رو را به مساوات تبدیل کنیم ضرب یک عدد ثابت میکنیم v مساوی میشه رابطه تبدیل به مساوات عدد ثابت کیه؟ یا k ضرب t این رابطه اول و همچنین دوستا اگر قیمت k را پیدا کنیم اطراف تقسیم t تی. تی با تی چی میشه خلاص میشه پس کم مساوی میشه v بر تی. رابطه چندم رابطه دوم Uh, همچنان دوستا اگر یک دانه کره عدد ثابت ما بگیریم وی یک بر تی یک و یک دانه کره نوشته کنیم وی بر تی دو پس یک طرف مساوات اگر با هم مساوی باشه طرف دیگهش نیست مساوی قرار داده میتونیم پس اصل فرمول زی میشه وی یک بر تی یک مساوی میشه وی بر تی دو ایره به نام قانونی که میگه چارلیس میگه قانون چارلیس یعنی حجم رابطه مستقیم با درجه چی داره؟ حرارت دوستا وی یک هست حجم اولیه تی یک حرارت اولی وی دو حجم دومی تی دو هم درجه حرارت چی هست؟ دومی دوستا این تناسب ممکنه در سوال های در های کانکور تغییر شکل داده شود مثلا نوشتک وی یکی بر وی دو مثلا میشه تی یکی بر چی؟ تی دو یا طرف این وسط این که یک ضربی تی دو مثلا میشه وی دو ضربی چی؟ تی اک. دوستا تناسب ممکنه در گزین های کانکور تغییر شکل برزی شد و همجا دوستو اگر مثال از این ما توجه کنیم مثلا اینجا مثال داده شده که یک گاز آیدیال آیدیال به منای خیالیه در 27 درجه سانتیگراد 4 لیتر حجم دارد اگر حرارت به 47 درجه سانتیگراد برسه حجم گاز از ما چی شده؟ خواسته شد پس اول دوستو ما جزی ها نوشته بینیم مثلا بر از ما داده شده که اگر درجه حرارت اینه تی اولی 27 درجه سانتیگراد باشه پس گفته حجم اولی مسایست ده به چهار لیتر گفته اگر درجه حرارت به چل هفت برسه چل هفت درجه سانتیگراد از ما ویدو خواسته شده چی خواسته شده ویدو دوستا توجه داشته باشین در زمان محاسبه در زمان محاسبه وقتی که درجه حرارت به سانتیگراد اگر داده شود اول باید به با کالوین تبدیل کنیم چون ما در درس قبلی گفتیم که اگر همیشه حرارت گازات با سانتیگراد اندازه میشه و کالوین چی میشه محاسبه میشه زمانی که ما سانتیگراد اگر با کالوین تبدیل کنیم جمع چند میکردیم 273 پس در ابتدا ایره میکنیم جمع چند 273 27 جمع 273 میشه 300 کالوین مساوی با چند میشه 300 کالوین خب حجم 4 لیتر کار نمیگیریم و همچنان درجه حرارت 247 درجه سانتیگراد جمع 273 این مساوی با 320 کالوین میشه مساوی با چند میشه 320 کالوین دوستا در اینجا حرارت و وی یک داده شده تنها چیز که داده نشده پی فشار بعد از قانون چارلیس در قانون چارلیس دوستا ما داشتیم که وی یک بر تی 1 مساوی است به وی دو بر چی تی 2 در اینجا دوستا قیمت گذاری میکنیم وی یک داده شده که چهار لیتر خودش تقسیمی تی یک دوستا چند کالوین مساوی میشه وی دو خواسته شده خودش تقسیمی تیدو دوستا چنده؟ 320 کالوین. 320 کلوین در اینجا دوستا طرف این وسط این. پس در نتیجه ما اینجا نوشته کرده میتونیم که ویدو مساوی میشه به. ویدو مساوی میشه به. 320 ضربی. 320 ضربی 4 لیتر. تقسیمی بر 300 کالوین. چون اینجا کالوین با کالوین چی میشه؟ خلاص میشه. پس در اینجا دوستا ما اختصار نیم. صفر با صفر چی میشه؟ خلاص میشه. دوستا ویدیو ما 128 تقسیم 3 واید واحدم چه لیتر. 128 اگر تقسیم 3 کنیم در نتیجه میشه 4.26 متوالی و واحدم چه است؟ لیتر. باز به این صورت گفتم میتونیم که حجم دو می چند است؟ 4.26 لیتر. دوستا یادداشت کنید بعد میریم به مثال بعدی. دوستا سوال بعدی سوال کانکور گفته در 25 درجه سانتیگراد تی یک مساوی 25 سا درجه سانتیگراد گفته فشار گاز داده شده پی 300 سی میلی متر ستون گفته اگر یک گاز 200 میلی لیتر حجم داشته باشه یعنی وی یک مساوی است 200 میلی لیتر گفته هر گفت فشار اگر ثابت فرشه وقت ثابت که فرش شد دیگه ما کار نداریم فشاره و درجه حرارت اگر برسه به 50 درجه سانتیگراد از ما چی خواسته شده وی دو در این صورت دوستا فشار اینجا ثابت فرض شد چون گفته اگر فشار ثابت باشه پس ایر ما در نظر نمیگیریم فشار که ثابت فرض شد پس قانون که چارلیز پس نوشتم نمی کنیم وی یک بر تی یک مسئله میشه وی دوی بر تی دو دوستا قیمت اولی جمع 273 دفتاد اینجا جمع دوستان سی پس دوستان وی یک داده شده دوستان میلی لیتر تقسیم بر تی یک داده شده 25 به 273 میشه 298 کلوین مساوی است وی دو از ما خواسته شده و همچنان درجه حرارت 50 جمع 273 میشه که 323 کلوین در اینجا دوستا اینی کلوین با کلوین چی میشه خلاص میشه پس در نتیجه وی دو مساوی میشه به 323 ضرب 200 تقسیم 298 در واحد هم چیست میلی لیتر و از اینجا دوستو اگر ما ایر اختصار کنیم وی دو مسئول میشه دو سد و شونده هفت واحدش هم چیست هم میلی لیتر و از اینجا دوستو کدام گزینه درسته گزینه دوم دو سد و شونده هفت میلی لیتر واحد از این در گزینه دوستو اشتباه شده بخاطر که در مثال ما میلی لیترش واحد لیترش نداریم پس اینجا چیست میلی لیتر دوستو ایود از درس قانون بایل و ماریوت و چارلیس امیدوارم استفاده خوب را کرده باشین تا دست بعدی شما را به الله پاک میسپارم خدایا رو نگهدارد